تشکر میکنم. خیلی ممنون از شما. از اینکه فرصتی در اختیار ما قرار دادید. البته من نمیدونم احتمال داره موضوع جدید هم باید صفحه مطرح بکنن که نیاز به شما صحبتتون بفهم. خواهش میکنم. نه باشم اگه بیارم پشت خط نباشن دیگه فایده نداره. آم خواهد پشت خط باشم. بله. حالا شما صحبتتون بفهمید. ببینید حالا بعد شما با تماس هم میگین دوباره با آقای هاشمی بفهمش. ببینید اولا که آقای هاشمی الان اشاره کردن که هیچ نامه ای رو به هیچ وجه امضا نکردن. این نامه نامه چیه؟ میخونمش. ایران فوتبال فدریشن اکستراوردینری کنگرس دیر سر، هوپ دیس لتر فایند یو ویل. We would like to hold our Congress on 9 January 2008 with the following condition. No one from PO will run as candidate for the Iran Football Federation board position according to the article 2411 and 2412. تاریخش این نامه با امضای آقای کیومرث هاشمی، چون ایشون گفتن من اصلا هیچ نامه‌ای رو امضا نکردم. نه آقای هاشمی اجازه بدید. نه آقای هاشمی آخه نمیشه. یه دقیقه صبر کنید. شما فرمایشاتون کردید، من عمر گوش کردم. آقای صفایی یه دقیقه گوش کنید. ببینید اولا شما اشاره دارید میکنید که مذاکرات شفاهی ملاک نیست و بحثا مکتوبات ملاکه. بله. بعد خودتون به مذاکرات شفاهی آقای بن حمام که هیچ کس حضور نداشته دارید استناد میکنید، ولی در ملاقاتی که در 4 دسامبر همه اعضای کمیته انتقالی به اضافه جناب علی به اضافه نماینده بین الملل و روابط عمومی شما در دفتر آقای بن حمام با حضور آقای جرومی شامپاین بود، خب اگه این فرمایش شد که شما میفرمایید بوده، چطور اون بحث رو نتونستید اونجا به اثبات برسونید که یه همچه اشتباهی اتفاق افتاده تقصیر فیفا یا نمایندگان فیفاست؟ شما که اونجا حدود 4 ساعت و نیم با آقایون جلسه داشتید و ریاست جلسه هم خودتون از طرف ایران به عهده داشتید، نه هیچ کسی دیگه از طرف شما سخنگو بود نه بحثی. شما الان اشاره کردید به افکار عمومی که جناب عالی با آقای بن حمام که صحبت کردید آقای بن حمام عذرخواهی کردند. خب چطور این همین عذرخواهی رو در جلسه ای که در 4 دسامبر بود قبول نکردند و محکم در جلوی جناب عالی پاسخ دادن و شما هم پذیرفتین که ظرف 48 ساعت پاسخ فیفا رو بدید مبنی بر کناره‌گیری آقای علی آبادی و نهایتا هم این کار کردید؟ پس عملا این که میفرمایید که مذاکرات شفاهی مبنا نیستش، خودتون دارید مذاکرات شفاهی استناد میکنید.